سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز. خبرگزاری تسنیم گزارش داد بابک زنجانی، میلیاردر جوان ایرانی، توسط قوه قضاییه بازداشت شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور اعلام کرد که زنجانی با توجه به مسائل و اتهامات وارده در هفته‌های اخیر از سوی مراجع قضایی بازداشت شده است. هفته گذشته بعد از مطرح شدن ادعای پرداخت بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت ایران، امیر عباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و عضو کمیته تحقیق و تفحص از پرونده بابک زنجانی اعلام کرد گواهی این فرد مبنی بر پرداخت بدهیش به وزارت نفت جعلی است. در همین حال یک منبع آگاه در بانک مرکزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت بابک زنجانی طی خبری مدعی پرداخت بدهی 2,060,000,000 یورویی خود که بابت فروش نفت بوده به بانک مرکزی شده بود که این خبر صحت ندارد. امروز دادستان تهران با اشاره به اتهامات مختلف بابک زنجانی که منجر به بازداشت وی شده است، از اعلام این اتهامات خودداری کرد. راهبرد پیشنهادی آقای خامنه‌ای برای هرچه بیشتر باشکوه برگزار کردن برنامه‌های سالگرد نوح دی با شکست سنگین مواجه شد. رهبر ایران با توجه به نتایج انتخابات خرداد 92 فرمان داده بود که برای جبران شکست انتخابات و روی کار آمدن دولت حسن روحانی لازم است مراسم هفت دی با شکوه فراوان برگزار شود. به گزارش جرس، در جهت تحقق این فرمان از مدت‌ها پیش صدا و سیما برنامه‌ریزی ویژه‌ای انجام داد و بخش فرهنگی سپاه پاسداران برنامه‌های خاصی را تدوین کرد که انتشار یک مجموعه 9 جلدی با عنوان دائره المعارف فتنه از آن جمله بود که علاوه بر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، عکس سید محمد خاتمی بر روی جلد آن آمده است. مسئولان بسیج با همکاری شهرداری تهران نیز موظف شدند با نصب بیلبوردهای تبلیغاتی در مورد گرامی داشت راهپیمایی 9 دی سنگ تمام بگذارند. مسئولان بیت رهبری هم در راستای اجرای این راهبرد پوستری را در سایت آقای خامنه ای طراحی و به اصطلاح فتنه 88 را با مهر نابخشودگی منقش کرده و آن را محکوم کردند. ستاد برگزاری نماز جمعه نیز در دستورالعمل هفتگی خود به امامان جمعه تهران و شهرستان‌ها دستور داد که بر روی این نکته تاکید کنند که جرم سران جنبش سبز غیرقابل بخشایش و محاکمه و مجازات آنان ضروری است، مگر اینکه موسوی و کروبی از گناه خود توبه کنند. وبسایت جرس نوشته است با تمام این تلاش‌ها در دستور جدید از سوی دفتر رهبری درخواست شده که اجرای این راهبرد از 9 دی به بعد متوقف شود تا تبلیغات ناخواسته به نفع موسوی و کروبی و جنبش سبز بیش از این ادامه نیابد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در مورد راهپیمایی روز 9 دی گفت مردم در آن روز برای حمایت از جناحی خاص به میدان نیامدند، بلکه چون احساس کرده بودند به فرهنگ عاشورا اهانت شده و بیگانگان قصد دخالت در حوزه‌های اعتقادی آنها را دارند، برای حمایت از انقلاب و رهبری در آن اجتماع شرکت کردند. حسن روحانی در مورد روز بصیرت نام گذاشتن 9 دی هم گفته است بصیرت فقط برای یک روز خاص نیست و خوشبختانه با مدیریتی که رهبری انقلاب کردند، ملت ما بصیرت خود را با حضور حماسه ساز در انتخابات 92 هم نشان دادند. رئیس جمهوری ایران همچنین گفته است امروز که در حال مذاکره جدی با قدرت‌های جهانی هستیم، مصلحت کشور اقتضا می‌کند بالاترین درجه وحدت و انسجام ملی را نشان دهیم. احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، گفته است از چند کانال قابل اعتماد شنیده که آقا فرموده من هاشمی را از سران فتنه نمی‌دانم، بنابراین ما باید مواضعمان بر این راستا تنظیم شود. به گفته وی، موسوی، کروبی و خاتمی صفرهایی بودند که عددشون آقای هاشمی بود. امام جمعه موقت تهران که به اخذ مواضع تندروانه مشهور است گفته است معتقدم حساب آقای هاشمی از حساب موسوی جداست، البته به مواضع و اظهار نظرهای ایشان منتقدیم. آقای احمد خاتمی گفته است ما بایستی در این گردنه سختی که رهبری رانندگی می کند آقا را در مسیری که انقلاب را پیش می برد کمک کنیم و این چیزی است که شاید به صراحت برای اولین بار است که می گوییم.
سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دفاع از انرژی هسته‌ای دفاع از همه حقوق ملت ایران است گفت مشکلات غرب با ایران تنها بر سر چند سانتریفیوژ نیست بلکه آنها نمیخواهند ایران از حقوق حقیقی خود برخوردار شود اما جمهوری اسلامی هرگز دست از حقوق مسلم خود بر نمیدارد. به گزارش خبرگزاری مهر آقای سعید جلیلی افزوده است نظام اسلامی در هر زمان باید متناسب با شرایط کشور شکل جدیدی از مبارزه را در پیش بگیرد. فرمانده سپاه استان فارس ضمن حمله شدید اللحن و اهانت به علی مطهری نماینده مجلس ایران گفته است علی مطهری اساساً تعادل روحی و روانی ندارد. حمله لفظی غلام حسین غیب پرور به علی مطهری پس از آن صورت گرفت که این نماینده مجلس شورای اسلامی طی سخنانی راهپیمایی نوه دی را بیمورد توصیف کرده و همچنین با انتقاد از قوه قضاییه خواستار محاکمه علنی میر حسین موسوی و مهدی کروبی شد. علی مطهری همچنین گفته بود قوه قضاییه پس از گذشت 4 سال هنوز از فتنه صحبت می کند اما نتوانسته با برخی دانه درشت ها برخورد کند. فرمانده سپاه استان فارس ضمن حمله شدید اللحن و اهانت به علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی گفت علی مطهری اساساً تعادل روحی و روانی ندارد. به گزارش خبرگزاری ها غلام حسین غیب پرور فرمانده سپاه فجر فارس گفت آقای مطهری اساساً تعادل روحی و روانی ندارد و بنابراین اظهارات او را نباید جدی گرفت و بر ایشان حرجی نیست. در همین راستا محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز در پاسخ به سوال خبرنگاری که با اشاره به صحبت‌های علی مطهری مبنی بر اینکه قوه قضاییه پس از گذشت 4 سال هنوز از فتنه صحبت می‌کند اما نتوانسته با برخی دانه درشت‌ها برخورد کند پرسید که واکنش قوه قضاییه چیست؟ گفت ما قبلا هم گفتیم که کسانی که در سال 88 فتنه بزرگ را برپا کردند نابخشودنی هستند. اگر چنانچه نظام به آنها لطف کرده این را نباید پای این بگذاریم که گناه اینها کوچک بوده است. وی ادامه داد گناه آنها بسیار بزرگ بوده است. حیثیت و اعتبار جمهوری اسلامی را خدشه‌دار کردند. اموال مردم را به آتش کشیدند. به پایگاه‌های بسیج حمله کردند. دروغ‌ها و افتراهای بزرگ به نظام و مردم بستند و به رأی مردم جفا کردند. این چیزی نیست که فراموش بشود و اگر کسی بخواهد آن را یک سوء تفاهم و مسئله کوچک بشمارد تغافل می‌کند وگرنه این چیزی نیست که کسی بتواند آن را مسئله کوچک بشمارد. دادستان کل کشور اظهار داشت این تنها نظر قوه قضاییه نیست بلکه نظر همه مردمی است که در 9 دی شرکت کردند. اژه‌ای همچنین با اشاره به فرارسیدن سالگرد تظاهرات حکومتی 9 دی گفت سالگرد 9 دی را که یک روز ماندگار در تاریخ کشور است و در این روز با حضور مردم توطئه استکبار خارجی و فتنه‌گران داخلی خونسا شد تبریک می‌گوییم. واکنش غلام حسین محسنی اژه‌ای و غلام حسین غیب پرور به سخنان علی مطهری پس از آن صورت گرفت که یک نماینده مجلس نخست طی سخنانی در دانشگاه شیراز راهپیمایی 9 دی را بی‌مورد توصیف کرده بود. علی مطهری همچنین در دانشگاه شیراز از برخورد با معترضان سال 88 انتقاد کرده و گفته که اگر برای مدیریت بحران 88 فردی مانند قالیباف یا رضایی انتخاب می‌شد کار با هزینه کمتری فیصله می‌یافت. چنان که در وقایع 18 تیر قالیباف چند روز نیروهای خود را در کنار پیاده رو نگاه داشت تا معترضان خسته شدند و به خانه رفتند. مطهری همچنین در دانشگاه شیراز گفت که حصر خانگی طولانی مدت بدون محاکمه شرعی و قانونی نیست و حداکثر تا 20 روز یا 1 ماه قابل پذیرش است. علی مطهری روز گذشته نیز در صحن علنی مجلس در نطق جنجالی با بیان اینکه پس از 4 سال هنوز ماجراهای سال 88 حل نشده مایه تأسف است گفت که حل این مسئله مستلزم وجود یک قوه قضایی مستقل است. وی با انتقاد از صادق آملی لاریجانی گفت بهتر است رئیس قوه قضاییه به جای شعار دادن درباره فتنه به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است نه قوایی که از یک نهاد و آن دفتر و دستگاه امنیتی و اطلاعاتی تأثیر بپذیرد. این نماینده مجلس تنها راه پایان دادن به حوادث سال 88 را محاکمه علنی موسوی، کروبی و احمدی نژاد اعلام کرده و گفته حصر خانگی بدون محاکمه توجیه شرعی ندارد. در همین راستا احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران هم در اظهار نظر دیگری گفت
اگر میرحسین موسوی و مهدی کروبی حصر خانگی نمی شدند، دم به دم مصاحبه کرده بیانیه می دادند و جامعه را متشنج می کردند. خاتمی به خبرگزاری تسنیم گفته مسئله حصر کمترین برخوردی بود که نظام با این آقایان داشت. وی افسوده نظام با حصر این دو رهبر جنبش سبز مانع از آن شده که آنها آب به آسیاب دشمنان این ملت بریزند و این حصر که جلوی این آسیب را گرفته تجلی رفعت نظام با اینها بود. از زمان حصر این دو رهبر جنبش سبز در ایران، روحانیان و نظامیان حامی رهبر جمهوری اسلامی ادعاها و اتهامهای فراوانی علیه آنها مطرح می کنند بدون آنکه به این دو اجازه دفاع از خود را بدهند. این افراد در 4 سال گذشته مدام از مرگ فتنه سخن می گویند اما هنوز حاضر به رفع حصر موسوی و کروبی نیستند. روزنامه اکسپرس بریتانیا با پرداختن به اعتراضات مردمی در ترکیه از افزایش نگرانی ها درباره احتمال کودتای نظامی علیه دولت اردوغان خبر داد. اکسپرس در حالی از احتمال کودتای ارتش خبر می دهد که روز شنبه ارتش این کشور با صدور بیانیه اعلام داشته است قصد ورود به کشمکش های سیاسی اخیر را ندارد. در همین راستا نخست وزیر ترکیه نیز با حمله به مخالفان خود گفت اتهامات مالی علیه تجار و دولت ترکیه در روزهای گذشته میلیاردها دلار خسارت به اقتصاد ترکیه وارد کرده است. وزیر امور خارجه ترکیه نیز خواستار مذاکره با جریان وابسته به گولن برای خروج ترکیه از بحران سیاسی شد. به گزارش روزنامه حریت، احمد داوود اوغلو با اشاره به دستاوردهای دولت ترکیه در 10 سال گذشته و ارتقاء جایگاه حقوق شهروندان ترکیه گفت باید قدم‌های درستی برداریم تا دستاوردهای این 10 سال از بین نرود. در روزهای گذشته در پی افشای فساد مالی در ترکیه، این کشور با یک بحران سیاسی گسترده مواجه شده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه که در ریاض به سر می‌برد، در یک نشست خبری اعلام کرد که مواضع عربستان و فرانسه در قبال سوریه مشترک است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری فرانسه گفته است مواضع ریاض و پاریس بر برگزاری کنفرانس ژنو 2 و همچنین حمایت از مخالفانی که می‌خواهند در ساختن آینده این کشور نقش ایفا کنند تاکید دارد. فرانسوا اولاند در ادامه این نشست خبری که پس از دیدار وی با پادشاه عربستان برگزار شده بود اعلام کرد درایت و تدبیر ملک عبدالله در بررسی پرونده‌های منطقه به ویژه لبنان و سوریه محکم و اساسی است. وی با قدردانی از تلاش‌های عربستان سعودی در مبارزه با تندروی‌ها در سوریه گفت ما و عربستان سعودی می‌دانیم که بشار اسد از سلاح شیمیایی در سوریه استفاده کرده است. رئیس جمهوری فرانسه در ادامه به تحولات مصر اشاره کرده و گفته ما از نقشه راه دولت انتقالی مصر حمایت می‌کنیم. آقای اولاند همچنین گفته است ما مشارکت نظامی و همکاری مشترک دائم با عربستان داریم و هدف از همکاری دفاعی با عربستان امنیت منطقه است و علیه هیچ کشوری نیست. دبیرکل اتحادیه عرب گفته است اجرای تصمیم دولت مصر مبنی بر تروریستی بودن گروه اخوان المسلمین بستگی به خود کشورهای عربی دارد. به گزارش رویترز، نبیل العربی در یک کنفرانس خبری گفته است 17 کشور عربی توافقنامه عربی مبارزه با تروریسم را امضا کردند و این توافقنامه نیز برای کشورهای امضا کننده آن الزام آور است. اما با این حال این کشورها در خصوص اجرای تصمیم مصر مبنی بر تروریستی بودن جماعت اخوان المسلمین مختار هستند. با توجه به اینکه شکاف بزرگی بین قانون بین المللی و اجرای آن وجود دارد، وی افزوده است که با نبیل فهمی وزیر خارجه مصر دیدار کرده و فهمی نیز وی را در جریان تصمیم مصر در خصوص تروریستی خواندن اخوان المسلمین قرار داده است. العربی همچنین گفته است اتحادیه عرب به نوبه خود کشورهای عربی را در جریان این تصمیم مصر قرار خواهد داد، زیرا بر اساس توافقنامه مبارزه با تروریسم همه کشورهای عربی ملزم به همکاری با یکدیگر هستند. در حالی که گفتگوهای سیاسی اسرائیلی و فلسطینی جریان دارد، یک کمیسیون کابینه اسرائیل طرح انضمام دره بوقا در کرانه بختری به خاک اسرائیل را تصویب کرد. این پیشنهاد از سوی یک نماینده عضو حزب لیکود به کمیسیونی از وزیران که مسئولیت تنظیم لوایح دولتی را دارد داده شده بود. به گزارش وبسایت خبری واینت، وزیرانی که با این پیشنهاد موافقت کردند، از اعضای احزاب راستگرای لیکود و اسرائیل خانه ما بودند.
این پیشنهاد میگوید در هر توافق نهایی سیاسی میان اسرائیل و فلسطینی ها حق حاکمیت دره بقاع اردن باید به طور کامل در دست اسرائیل بماند. این تصمیم در حالی است که بر اساس پیشنویس طرحی که دولت آمریکا آن را در دست تنظیم دارد، اسرائیل باید در یک برنامه چند مرحله 5 تا 10 ساله کرانه باختری را ترک کند. فلسطینی ها می خواهند دره بقاع اردن مرز شرقی کشوری باشد که برای آنها تشکیل می شود. بقاع اردن بخشی از کرانه باختری است که در جنگ 6 روزه سال 1967 به تصرف اسرائیل درآمد. در همین حال رسانه‌های اسرائیل ارزیابی کردند که مخالفت شماری از وزیران مهم مرتبط با سرنوشت صلح با چنین پیشنهادی در نهایت مانع از تصویب آن در مجلس این کشور شود. پس از آنکه علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی خواستار مذاکره جداگانه ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 شد، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه تصریح کرد ایران و آمریکا درباره پرونده هسته‌ای تهران در حال مذاکره مستقیم هستند. در همین حال شماری از نمایندگان مجلس ایران طرحی تهیه کردند که مطابق آن دولت ملزم می‌شود سطح غنی‌سازی اورانیوم را به 60% و در صورت نیاز به بالاتر افزایش دهد. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره هسته‌ای می‌گوید که جمهوری اسلامی در حال مذاکره با آمریکاست و در حاشیه تمامی مذاکرات با 5 به علاوه 1 که در دوره اخیر انجام شد، مذاکره مستقیم با هر 6 کشور از جمله آمریکا هم در دستور کار بوده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، معاون وزیر امور خارجه گفت این موضوع گفته شده و آن را پنهان نکردیم. در نیویورک، در ژنو، در وین و در جلسات کارشناسی این نشست ها انجام شده و مذاکرات مستقیم جدی دو جانبه ای با آمریکایی ها داشتیم. عباس عراقچی درباره دلیل انجام این گفتگوها گفت بسیاری از تحریم هایی که باید برداشته شود تحریم های یک جانبه ای است که از جانب آمریکا انجام شده. بنابراین گفتگوها بیشتر باید با آنها صورت بگیرد و این گفتگوها را پنهان نکرده ایم و ادامه پیدا خواهد کرد. علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هفته پیش در تلویزیون ایران با اشاره به گفتگوهای جمهوری اسلامی با 5 به علاوه 1 گفت ما باید با کشورهای مختلف به صورت جداگانه صحبت کنیم، زیرا هر کدام از این کشورها خصوصیت و منافع خاص خودشان را دارند. عباس عراقچی در بخش دیگری از اظهارات خود همچنین گفت که مذاکرات کارشناسی میان نمایندگان ایران و 5 به علاوه 1 از امروز دوشنبه در ژنو سوئیس آغاز و این مذاکرات پایان روز دوشنبه به اتمام خواهد رسید. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی نیز گزارش داده که حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه به عنوان رئیس تیم مذاکرات کارشناسی ایران به ژنو رفته تا این گفتگوها را مدیریت کند. دور پیشین مذاکرات کارشناسی ایران و 6 قدرت جهانی که در وین برگزار شد 22 آذر ماه و به دنبال گسترش فهرست تحریمی علیه ایران از سوی آمریکا متوقف شد. هیئت ایرانی اعلام کرد که می‌خواهد با مراکز تصمیم گیری در تهران مشورت کند. عراقچی در پاسخ به سوالی درباره طرح غنی‌سازی 60% که از سوی نمایندگان مجلس مطرح و روز گذشته تحویل هیئت رئیسی شد هم گفت هر چه توسط مجلس تصویب شود برای ما لازم الاجراست و طبعا ناچار به اجرا هستیم. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای همچنین تاکید کرد البته باید جزئیات طرح مجلس چیست. تا جایی که می‌دانم گفته شده اگر توافق ژنو اجرا نشود غنی‌سازی 60% خواهیم داشت، اما به هر حال هرچه مجلس تصویب کند تابع هستیم. طرح الزام دولت به غنی‌سازی 60% در حالی در مجلس ایران مطرح می‌شود که بناست ایران مطابق توافق 6 ماهه فعالیت‌های غنی‌سازی خود را محدود کند. بنا به توافق ژنو ذخایر اورانیوم 20% ایران خنثا می‌شود و حجم اورانیوم غنی شده در سطح 5% نیز در میزان مشخصی محدود می‌ماند. نمایندگان ارائه کننده طرح غنی‌سازی 60% می‌گویند با توجه به تحریم‌هایی که تجارت خارجی و حمل و نقل دریایی را برای ایران دشوار کردند، ایران ناچار به استفاده از کشتی‌های ساخت داخل است که ظرفیت‌های بالایی داشته و مسافت‌های طولانی را بدون سوختگیری بپیماید. مطابق این طرح دولت موظف شده که غنی‌سازی اورانیوم را به 60% و در صورت لزوم به بیش از آن افزایش دهد.
توسعه فعالیت‌های هسته‌ای در تأسیسات فردو و نتنز و تکمیل تأسیسات آب سنگین عراق بخش‌های دیگری از این طرح هستند. بنا به توافق ژنو فعالیت این تأسیسات باید محدود شود. شهردار تهران گفته است طرح انتقال پایتخت به دلیل مشکلات اقتصادی ممکن نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر قالیباف شهردار تهران با اشاره به طرح مجلس مبنی بر انتقال پایتخت سیاسی و اداری از تهران گفت: ما در پرداخت حقوق یارانه ها دچار مشکل هستیم و تضمینی نیست که حتی با اجرایی شدن این طرح مشکلات تهران دوچندان نشود. قالیباف افزوده است: ما باید روش های غلط را اصلاح کنیم و نیازمند یک تغییر نگاه به موضوع هستیم و اگر درست نگاه نکنیم صورت مسئله را پاک کرده ایم. یک سایت منتقد جمهوری اسلامی نوشت افرادی از ماموران وزارت اطلاعات که به جرم جاسوسی برای اسرائیل محکوم شده و اینک در زندان اوین هستند، کسانی هستند که در دوران احمدی نژاد بر علیه موسویان و تیم روحانی در مذاکرات هسته‌ای پرونده سازی کرده و باعث بازداشت حسین موسویان عضو ارشد این تیم و برخی دیگر نیز شده بودند. بر اساس این خبر در همان هنگام قرار بوده حسن روحانی نیز محدود شده یا حتی بازداشت شود که توسط رهبر جمهوری اسلامی این بخش از پرونده سازی ملغا شده بود. در ادامه همین خبر آمده است برخی از کارکنان وزارت اطلاعات ایران برای اسرائیل جاسوسی می‌کردند و برخی از این جاسوس‌ها دستگیر و در بند 350 زندان اوین هستند. به گزارش وبسایت کلمه، برخی از این جاسوس‌ها تا 120 هزار دلار از اسرائیل بابت فروش اطلاعات پول دریافت کردند. سایت کلمه گفته است نام یکی از این ماموران وزارت اطلاعات عباسی است که به دلیل جاسوسی برای اسرائیل به 7 تا 10 سال زندان محکوم شده است. نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه از توضیحات رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره انتخاب معاونان و رؤسای دانشگاه‌ها قانع نشدند و به او کارت زرد دادند. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، هرگاه یک وزیر 3 کارت زرد از مجلس دریافت کند، راه برای استیضاحش باز می‌شود. نمایندگان مجلس می‌گویند وزیر علوم افرادی را به عنوان معاون و رؤسای برخی دانشگاه‌ها انتخاب کرده که به گفته آنها منتسب به فتنه 88 و ناآرامی‌های دانشگاه در سال 78 هستند. آقای فرجی دانا در دفاعیاتش در صحن علنی مجلس گفت که اصل بر براءت افراد است و درباره انتخاب همکارانش به وزارت اطلاعات نامه نوشته است. در همین حال وبسایت پیام نو نوشت علت اصرار نمایندگان برای سوال از وزیر علوم و دادن کارت زرد به وی این بوده است که با تغییر دولت و حضور تیم جدید در وزارت علوم منافع برخی از این نمایندگان به خطر افتاده است. جمعی از خانواده‌های شهدا و آسیب دیدگان بعد از انتخابات سال 88 در نامه‌ای به نمایندگان پارلمان اروپا ضمن ابراز رضایت از سفر به ایران خاطرنشان کردند که در این سفر اولویت‌هایی وجود داشت، از قبیل دیدار با رهبران محصور جنبش سبز و پیگیری رفع حصر و همچنین دریافت و بررسی اسناد و مدارک نقض حقوق بشر در مورد شهدا و آسیب دیدگان پس از انتخابات. به گزارش وبسایت کلمه، در بخشی از این نامه آمده است رسیدگی به پرونده‌های بایگانی شده در قوه قضاییه مربوط به اتفاقات قبل و بعد از انتخابات 88 باید منجر به ایجاد کمیته حقیقت‌یاب و در نهایت فراهم کردن برقراری دادگاهی عادلانه و علنی می‌شد که ضرورت دارد این مهم اکنون در سایه روابط دیپلماتیک با مسئولان ایران مطرح گردد. همچنین ما خواهان توجه بیشتر در رسیدگی به مسائل نقض حقوق بشری هستیم که در قوه قضاییه، سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و سایر نهادها بر ما مردم و به خصوص خانواده‌های محصورین شهدا و زندانیان سیاسی اعمال می‌گردد. حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با اعلام اینکه تبعیدی‌های 88 می‌توانند بازگردند، از راه اندازی ایمیل مشکل گشا هم برای پاسخگویی به استعلام ایرانیان مقیم خارج درباره وجود یا عدم وجود پرونده و شکایت در ایران خبر داده و گفته است که از طریق این ایمیل اگر کسی برای ورود و خروج از ایران نگرانی دارد می‌تواند از ما استعلام کند. ما از نهادهای زیر
ثبت استعلام میکنیم و آنها حرف درست را به ما میزنند. پیشتر نیز محمود علوی وزیر اطلاعات دولت روحانی گفته بود کسانی که به دنبال انتخابات مناقشه برانگیز سال 88 از کشور خارج شدند به ایران بازگردند. اما پس از سخنان وزیر اطلاعات، سپاه به وزارت اطلاعات در این خصوص هشدار داد. یک مقام وزارت امور خارجه ایران گفت که در جریان اعتراضات سال 88 بین 50 تا 100 هزار نفر ایران را ترک کردند. معاون وزارت خارجه ایران تاکید کرده است که از مجموع 5 میلیون ایرانی مقیم خارج، آمار 50 یا 100 هزار نفر مگر چقدر زیاد است؟ و حتی اگر بپذیریم موج جریانات سیاسی بود، این تعداد نسبت به کلیت آمار ایرانیان در خارج از کشور آمار بالایی نیست که از لحاظ آماری قابل اعتنا باشد. حسن قشقاوی همچنین گفته است در طول 10-15 سال اخیر روند ورود هموطنان بیشتر از خروج بوده. منتها تاکید می‌کنم در همه این 15 سال اینطور نبوده، ممکن بود در یک مقطعی میزان مهاجرت بیشتر شود. معاون کنسولی وزیر امور خارجه ضمن اشاره به برنامه‌های دولت حسن روحانی برای تسهیل بازگشت یا رفت آمد ایرانیان مقیم خارج گفته است ما اصراری نداریم که همه به داخل کشور برگردند، چون معقول هم نیست، چرا که یک سری ازدواج کردند و شغل دارند یا در حال تحصیل هستند. ممکن است منافع ملی ما در این باشد که آنها در خارج از کشور باشند، اما مهم این است که ایرانی باشند و ایرانی فکر کنند و هر کجا که هستند منافع ملی را تعقیب کنند. وی از راه اندازی ایمیل مشکلگشا برای پاسخگویی به استعلام ایرانیان مقیم خارج درباره وجود یا عدم وجود پرونده و شکایت در ایران خبر داده و گفته است که از طریق این ایمیل اگر کسی برای ورود و خروج از ایران نگرانی دارد می تواند از ما استعلام کند. ما از نهادهای زیربط استعلام می‌کنیم و آنها حرف درست را به ما می‌زنند. کسی به دنبال تله‌گذاری نیست. مواردی بوده که به ما به درخواست کننده گفتیم شما پرونده قضایی دارید. اگر به ایران بیایید دچار گرفتاری می‌شوید. اختیار با خودتان است که بیایید یا خیر. حسن قشقاوی درباره اعتبار پاسخ وزارت خارجه به استعلام ایرانیان مقیم این کشورها گفته است ما به افراد دروغ نمی‌گوییم، چرا اگر در یک مورد دروغ بگوییم اعتبار وزارت خارجه زیر سوال می رود. اما درباره ایرانیانی که شاکی خصوصی یا مدعی العموم برای آنها پرونده تشکیل دادند، هر فردی که پرونده دارد شامل تعقیب قضایی می شود. ما چیزی به عنوان ممنوع ورود در قانون کیفری نداریم، اما اگر فرد مجرم یا متهم عمل مجرمانه انجام داده باشد، معلوم است که وقتی نهادهای زیربط او دسترسی پیدا کنند، مثل داخل کشور مورد تعقیب قضایی قرار می گیرد. معاون وزارت خارجه همچنین گفته است که در مورد بازگشت این گروه از ایرانیان ما همواره حرف قانونی می زنیم و می گوییم هر هموطنی که در داخل یا خارج تحت تعقیب قضایی و دارای پرونده قضایی است باید در نوبت رسیدگی باشد. در داخل یا خارج بودنش هیچ فرقی ندارد. غیر از مواردی که تحت تعقیب قضایی هستند و دارای پرونده قضایی هستند، بقیه همه آزادند که به سرزمین مادری رفت و آمد داشته باشند. معاون کنسولی و امور ایرانیان وزارت خارجه پیشتر نیز از تشکیل کمیته‌ای در دولت برای رسیدگی به وضعیت فعالان سیاسی خارج از کشور خبر داده و گفته بود فعالان سیاسی خارج شده از کشور بدون هیچ ترسی برگردند. همچنین در همین راستا محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی نیز گفته بود کسانی که به دنبال انتخابات مناقشه برانگیز سال 88 از کشور خارج شدند می توانند به ایران بازگردند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفته بود هر کس خلافی نداشته باشد تضمین می دهیم برای بازگشت مشکلی نخواهد داشت. اما به دنبال اظهارات وزیر اطلاعات درباره بازگشت کسانی که پس از انتخابات 88 از کشور خارج شدند، در همان زمان سپاه به وزارت اطلاعات هشدار داد. مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار و از مقامات سپاه در آن زمان گفت بهتر است وزرا به ویژه وزیر اطلاعات از ورود به مباحثی که شایبه عدم تخصص در آنها وجود دارد خودداری کنند. طائب درباره اظهارات وزیر اطلاعات گفته بود دعوت و خواهش برای بازگشت به کشور از افراد مجهولی که جرمی انجام ندادند کار عبثی است. مهدی طائب ادامه داده بود ما اگر استقلال قوا را قبول داریم باید بدانیم که دولت حق ورود به بحث مجرمان را ندارد و برخورد با جرم و جنایت به صورت انحصاری مربوط به قوه قضایی است. وی در واکنشی صریح به اظهارات علوی گفته بود اگر جرم کسی معلوم و احراز شود برخورد با آن هیچ ربطی به قوه مجریه ندارد،
از این رو سخنان اخیر وزیر اطلاعات نیز جنبه اجرایی ندارد. اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری منتهی شد، با اعتراض‌های گسترده‌ای روبرو شد که سرکوب نهادهای امنیتی و انتظامی را به دنبال داشت. در جریان اعتراض‌ها هزاران نفر بازداشت و ده‌ها نفر نیز کشته شدند. همزمان شمار زیادی از افرادی که نگران تعقیب قضایی خود به دلیل شرکت در راهپیمایی‌های اعتراضی بودند، به کشورهای دیگر گریختند که بیشترین تجمع آنها در ترکیه و مالزی بود. میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان اعلام کرده است که عربستان سعودی 3 میلیارد دلار به ارتش این کشور وام بلاعوض خواهد داد. ارتش لبنان برای مقابله با خشونت‌هایی که در نتیجه جنگ داخلی سوریه به این کشور سرایت کرده با دشواری روبروست و گروه‌های طرفدار و مخالف بشار اسد در لبنان با یکدیگر درگیر شدند. همچنین تنش میان حزب الله لبنان و احزاب مخالف دولت سوریه بالا گرفته است. در همین راستا سعد حریری رئیس جریان المستقبل از کمک 3 میلیارد دلاری پادشاه عربستان سعودی به ارتش لبنان استقبال کردند. پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین پاکستان اتهام خیانت به قانون اساسی این کشور را رد کرد و گفت این اتهام با انگیزه های سیاسی صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری ها آقای مشرف در گفتگو با خبرنگاران از محل حصر خانگی خود افزوده است مجوز 3 وثیقه در موارد اتهامی از سوی دادگاه از جمله نقش خود در ترور بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق این کشور در سال 2007 را در اختیار دارد. روز سه‌شنبه گذشته دادگاهی برای آغاز محاکمه پرویز مشرف برگزار شد، اما مشرف به دلیل تهدیدات امنیتی نتوانست در دادگاه حاضر شود و این دادگاه به 11 دی ماه موکول شد. مقام‌های پلیس اسلام‌آباد به رسانه‌های خبری گفتند آنها مقادیری مواد منفجره و سلاح در مسیر حصر خانگی مشرف کشف و ضبط کردند. پیش از این شبه نظامیان طالبان مشرف را به ترور تهدید کرده بودند. ده‌ها هزار نفر از مخالفان دولت کامبوج که از سوی کارگران صنعت نساجی حمایت می‌شدند، با برپایی تظاهرات اعتراض‌آمیز خواستار استعفای نخست وزیر شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مخالفان دولت کامبوج با برپایی تظاهرات اعتراض‌آمیز خواستار استعفای هون سن نخست وزیر و برگزاری انتخابات سراسری شدند. بر اساس این گزارش، کارگران صنعت نساجی کامبوج نیز طی روزهای اخیر به معترضان این کشور پیوسته و خواستار افزایش حداقل دستمزد به 160 دلار در ماه شدند. حداقل دستمزد در کامبوج هم‌اکنون 95 دلار است. هونسن بیش از 28 سال قدرت را در کامبوج در اختیار داشته است و درخواست مخالفان برای انجام تحقیق در خصوص انتخابات جولای را رد کرده است. عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر اعلام کرده است انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری این کشور 6 ماه پس از تصویب قانون اساسی جدید برگزار می شود. به گزارش رویترز منصور تاکید کرد دولت موقت مصر به برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری 6 ماه پس از تصویب قانون اساسی جدید پایبند است. قرار است همه پرسی برای قانون اساسی جدید مصر اواسط ماه ژانویه آینده برگزار شود. رئیس جمهوری روسیه در پی یک انفجار انتحاری در ایستگاه راه آهن شهر ولگوگراد که موجب کشته شدن و زخمی شدن ده‌ها تن شد، تدابیر امنیتی شدیدی را خواستار شد. روز گذشته یک بمبگذار انتحاری با منفجر کردن خود در یک ایستگاه قطار شهری در شهر ولگوگراد حداقل 18 تن را کشت و 53 نفر را مجروح کرد. دولت روسیه نیز به دنبال این حمله دستور حفاظت بیشتر از فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های راه آهن را داده است. ولگوگراد در 900 کیلومتری جنوب مسکو پایتخت روسیه قرار دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پی انفجار انتحاری روز یکشنبه در ایستگاه راه آهن شهر ولگوگراد که موجب کشته شدن دست کم 18 نفر و زخمی شدن بیش از 50 تن دیگر شد، تدابیر امنیتی شدیدی را خواستار شد. سخنگوی ولادیمیر پوتین اعلام کرد که رئیس جمهور در پی این انفجار به ادارات پلیس دستور داده است تا تدابیر امنیتی را افزایش دهد. سخنگوی پلیس فدرال روسیه نیز تصریح کرد که در پی این انفجار تدابیر امنیتی در ایستگاه‌های قطار و فرودگاه‌ها تشدید می‌شود. کمیته ملی ضد تروریسم روسیه بلافاصله تأکید کرد که یک بمبگذار انتحاری زن این انفجار را انجام داده است.
مقام‌های محلی گفتند که این زن کمربند انفجاری خود را در نزدیکی ورودی ایستگاه اصلی قطار شهری و در حالی که مملو از جمعیت بود منفجر کرد. در همین حال وزارت بهداشت روسیه اعلام کرد از حدود 53 نفری که در جریان این انفجار زخمی شدند، 8 نفر در شرایط وخیمی به سر می‌برند و 1 نفر در شرایط بحرانی قرار دارد. بقیه مجروحی نیز در حال درمان هستند. کمیته بررسی این حادثه نیز اعلام کرد که عامل این انفجار بمبی معادل 10 کیلوگرم را منفجر کرده است. اطراف این بمب نیز با مواد فلزی پوشانده شده بود تا آسیب بیشتری وارد کند. دولت محلی ولگاگراد اعلام کرده است که به هر کدام از خانواده‌های قربانیان این حادثه 1 میلیون روبل معادل 30,000 دلار غرامت پرداخت خواهد کرد. شهر ولگاگراد که در دوره اتحاد جماهیر شوروی استالینگراد خوانده می‌شد، روز 21 اکتبر شاهد انفجار مشابهی بود که آن هم توسط یک بمبگذار زن انتحاری صورت گرفت و 7 کشته بر جای گذاشت. این انفجارها در حالی رخ می‌دهد که روسیه خود را برای المپیک زمستانی سال 2014 در شهر سوچی در ساحل دریای سیاه آماده می‌کند که قرار است 6 هفته دیگر برگزار شود. رویترز نوشته است که احتمال می‌رود این انفجار توسط شبه نظامیان چچن که علیه روسیه مبارزه می‌کنند صورت گرفته باشد. دوکو عمروف یکی از رهبران مبارزان چچن جویه امسال در یک ویدیو از جنگجویان این منطقه خواست تا حد اکثر فشار را بیاورند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مراسم المپیک حضور پیدا نکند. اسلامگرایان افراطی به دنبال استقرار یک حکومت اسلامی در قفقاز شمالی هستند. یکی از مقامات وزارت ارشاد وجود لیست سیاه برای نویسندگان را تایید کرد، هرچند گفت این لیست در دوره احمدی نژاد بوده است. عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت ارشاد گفته است حسن روحانی پیگیر بحث نویسنده‌های ممنوع القلم است. آقای صالحی در گفتگو با روزنامه ایران درباره محدودیت فعالیت نویسندگان در دولت محمود احمدی نژاد گفته است در دوره قبل این دستور به شکل کتبی و بخشنامه‌ای ابلاغ نشد، اما به صورت شفاهی ابلاغ و اعمال می‌شد. دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت از ابتدای سال جاری تا کنون میزان ضرر و زیان خودروسازان از مرز 1,000 میلیارد تومان گذشته است. احمد نعمت‌بخش گفته است 6 ماهه نخست امسال ایران خودرو 450 میلیارد تومان و سایپا 273 میلیارد تومان زیان به بورس اعلام کرد. به افزوده است به همین دلیل خودروسازان نتوانستند پول قطعه‌سازان را به موقع پرداخت کنند که این موضوع باعث افت تولید قطعات و در نهایت کاهش تولید خودرو در کشور شده است. نعمت بخش افزوده است افت شدید تولید خودرو موجب افزایش قیمت تمام شده و زیاندهی خودروسازان شده است، در حالی که اگر در سالهای گذشته قیمت خودرو به درستی تعیین می شد وضعیت فعلی رخ نمی داد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین گفته است ما در حوزه مسکن با 2 مشکل خاص در بانک مسکن و مشکل عام در تمام بانک ها روبرو هستیم. به افزوده است بانک مسکن گروگان مسکن مهر است و 3 برابر میزان وامدهیش وام داده است و 100% ورشکسته شده است. همچنین بانک های دیگر هم کلن وضعیت خوبی از جهت وامدهی ندارند. وزیر راه خاطر نشان کرده است سیستم های صندوق پسنداز و وام باید به راه بیفتد تا افراد سرمایه گذاری کنند و وام مؤثر بگیرند. وام هایی که الان مردم میگیرند حد اکثر 30 میلیون تومان است که سهم مؤثری در تهیه مسکن ندارد. میزان تسهیلات باید سهم مؤثری ارز خرید ملک و چیزی حدود 50% آن باشد. علیرضا تکیه‌ای سخنگو و عضو هیئت امنای ساخت ضریح حرم امام حسین گفته است حمل ضریح با کاروان مردمی به سوی عراق توصیه علی خامنه‌ای بوده است. چندی قبل ضریحی که از طلا و نقره ساخته شده بود تا یه تشریفاتی خاص به عراق انتقال داده شد. در همان زمان محمود پارچه‌باف مدیر پروژه ساخت ضریح امام سوم شیعیان اعلام کرده بود هزینه ساخت این ضریح بیش از 14 میلیارد تومان بوده است. پارچه‌باف گفته بود وزن این ضریح 12 تن است که در ساخت آن 4600 کیلو نقره و بیش از 118 کیلو طلا به کار رفته است. این بود آخرین بخش از خبرهای ما. ممنون و سپاس از همراهی شما. از طرف خودم و تحریریه خبر شب و روز خوبی رو برایتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.